حمله مرگ بار با بزرگترین مکتب دشت برچی. خون کرد کتابم و شکست قلمم را. منطقه دشت برچی در غرب کابل امروز سی شنبه 30 امل مطابق 19 ماه اپریل شاهد انفجارهای پیهم بود که مراکز آموزشی را هدف قرار دادند. این انفجارهای مرگبار قلم دانش آموزانی را که رفته بودند درس بخوانند و وطن را بسازند شکستند. طبق گزارش‌های متعدد این انفجارهای پرتلفات بوده است، هرچند آمار دقیق از تلفات آن تا کنون در دست نیست. انفجار نخست که گفته شد ناشی از ماین جاسازی شده بود، یک مرکز آموزشی به نام ممتاز را در منطقه قلعه نو دشت برچی هدف قرار داد. ساعت پس از آن انفجارهای پیهم در لیسه حالی عبدالرحیم شهید به وقوع پیوست. عبدالرحیم شهید بزرگترین مکتب در منطقه دشت برچی است و انفجارها انگام خارج شدن دانش آموزان صورت گرفته است و شمار تلفات این انفجار بلند است. شکایت شده است که طالبان با خانواده قربانیان و داوطلبانی که میخواستند به زخمیان خون بدهند و در برابر درب ورودی شفاخانه ها صف کشیده بودند با خشونت رفتار کردند و اجازه پوشش خبری این حملات را نیز ندادند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان برای کابل گفته است که 3 انفجار در مکتب عبدالرحیم شهید در غرب کابل رخ داده و به هموطنان شیعه تلفات وارد کرده است، در حالی که منابع مردمی از کشته و زخمی شدن دهاتن خبر دادند. خالد زدران گفته است که طبق آمار ابتدایی 6 تن در این انفجار کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. منابع مردمی اما شمار تلفات را بیشتر از رقم اعلام شده عنوان میکنند. تنها 22 کشته و زخمی از این انفجارها به شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل منتقل شده است. منابع بر روزنامه 8 صبح گفتند که رقم کشته شدگان این حادثه بیش از 26 تن است. در شبکه‌های اجتماعی گزارش شده است که پدر 3 فرزندش را در این حادثه از دست داده است. تصاویری از یک کودک خردسال نیز نشر شده که گویا در این انفجار جان باخته است. باشندگان محل و خانواده قربانیان شکایت کردند که جنگجویان طالبان با آنها با خشونت رفتار کردند. طبق تصاویر نشر شده و نیز ادعای باشندگان محل و خانواده قربانیان، نیروهای طالبان چندین نفر از جمله اعضای خانواده قربانیان و نیز داوطلبان اهدای خون را لتوکوب کردند. آنها در برابر درب ورودی شفاخانه ها از جمله شفاخانه محمد علی جناح صف کشیده بودند. همینطور خبرنگاران نیز از سوی طالبان اجازه نیافتند که از انفجارها در مکتب عبدالرحیم شهید گزارش تهیه کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده است که یک خبرنگار رادیو و تلویزیون راه فردا از سوی طالبان برای ساعت بازداشت شده است. گزارش های در مورد لتوکوب خبرنگاران نیز به نشر رسیده است. گفته می شود که طالبان برخی از استادان مراکز آموزشی را بازداشت کرده اند. اما واکنش ها حمله به مکتب عبدالرحیم شهید واکنش های گسترده ای را در بین مردم برانگیخته است. علاوه بر پیام های تحصیلیت و تقبیق از سوی سیاست مداران به نشر رسیده است، مردم نیز به این حملات واکنش نشان دادند. کاربران شبکه های اجتماعی ادعای طالبان در مورد تامین سراسری امنیت را زیر سوال بردند. این چندمین حمله مرگبار پس از تسلط طالبان بر کشور است. در گذشته اتهام اجرای این گونه حملات متوجه خود طالبان بود. مقام های طالبان بارها گفتند که پس از آمدن آنها امنیت در سراسر کشور برقرار شده است و هیچ تهدیدی از سوی گروه های تروریستی به شمول داعش وجود ندارد. روایت تامین امنیت سراسری از سوی مقام های طالبان با گستردگی تبلیغ می شود، اما شهروندان با توجه به انفجارها و حملات بر مکاتب و مساجد که پس از تسلط طالبان اتفاق افتاده است، این روایت را به چالش کشیده اند. باشندگان غرب کابل با توجه به پیشینه حملات در این منطقه انتقاد میکنند که چرا جلوی حملات هدفمند از طریق اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه گرفته نمیشود. رئیس فراری دولت پیشین اشرف غنی بار وعده داده بود که تدابیر ویژه امنیتی به سطح مناطق سبز کابل را در دشت برچی اعمال میکند، اما این وعده او هم مانند دیگر وعده هایش جامعه عمل نپوشید. پیشینه حملات به مراکز آموزشی در غرب کابل.
حمله به مرکز فرهنگی ورزشی آموزشی و مساجد در غرب شهر کابل دارای پیشینه خون باره است. در 27 اوت 1396 مرکز آموزشی کوثر دانش هدف سوی قصد انتحاری قرار گرفت که تلفاتی به همراه نداشت. در 25 ماه اسد 1397 آموزشگاه ماهود واقع در دشت برچینیز هدف عملی انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن 48 دانش آموز کشته شدند و 67 دانش آموز دیگر زخم برداشتند. در جریان چند سال اخیر چند مسجد در غرب شهر کابل هدف حمله انتحاری واقع شد. طبق اعلام پلیس در نتیجه حمله به مسجد باقرالعلوم در اول قوس 1395 خورشیدی 27 نفر کشته و 67 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان حمله انتحاری به مسجد امام زمان در منطقه پل خشک داشت و تلفات سنگینی در پی داشت. این حمله در 28 میزان 1396 خورشیدی 39 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. باشگاه ورزشی میوند که یک مکان غیر نظامی و شخصی است در 14 سنبله 1397 هدف حمله واقع شد. در نتیجه آن 30 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در سال بعد به تاریخ 28 اسد 1398 یک تالار عروسی به نام شهر دبی در غرب شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن 80 تن جان باختند و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. یک مرکز فرهنگی به نام تبیان نیز در دشت برچی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 10 تن کشته شدند. شفاخانه دولتی صد بستر دشت برچی نیز در 23 سنبله سال 1399 هدف حمله گروهی از مهاجمان نمسلح قرار گرفت که 24 کشته و 16 زخمی در پی داشت. در 3 عقرب سال 1399 مرکز آموزشی کوثر دانش هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در آن طبق آمار رسمی 10 تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت تمام این عملات با استثنای حمله بر شفاخانه دشت برچی را گروه داعش بر عهده گرفته بود. در 18 سور سال 1400 خورشیدی دو انفجار پیهم در برابر مکتب سید الشهدا در غرب کابل به وقوع پیوست که در آن نزدیک به 100 دختر دانش آموز کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. افزون بر این چندین حمله انفجاری در موتورهای لینی نیز در منطقه دشت برچی در سالهای گذشته به وقوع پیوسته است. این عملات نیز تلفات در پی داشته است. قابل یادآوری است که آمارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس ارقام ارائه شده از سوی نهادهای دولتی است و ممکن رقم واقعی و ثبت نشده بیشتر از آن باشد. در مورد اتفاق افتاده است که زخمیان یک حادثه مدتها پس از انفجار جان باختند و به این ترتیب شمار تلفات نیز تغییر کرده است.